طبق پیش بینی مرکز تحقیقات پیو در حالی که تا سال 2040 جمعیت مسلمانان در ایالات متحده به دومین گروه مذهبی بزرگ این کشور تبدیل خواهد شد دانشجویان در دانشگاه ها و دانش آموزان مسلمان اغلب در دسترسی به محصولات و مواد غذایی حلال در مدارس دولتی مشکل دارند اما در این میان سازمانهایی در تلاش برای بهبود امنیت غذایی آنها هستند در همین راستا اسما اهد مدیر توسعه بازار حلال در شورای اسلامی غذا و تغذیه آمریکا گفت حلال یک نهاد و سیستم مدیریت کیفیت جامع با دستورالعمل‌های مذهبی روشن است که قرنها اجرا شده اما در حال حاضر هیچ نظارت دولتی بر این امر وجود ندارد وی افزود هنگامی که ما هر برنامه خدمات غذایی را ایجاد می کنیم باید با مصرف کننده تعامل داشته باشیم چه در دانشگاه باشد چه در سطح مدارس دولتی ما واقعا باید درک واضحی از انتظارات آنها داشته باشیم و بتوانیم اعتماد آنها را جلب کنیم شورای اسلامی غذا و تغذیه آمریکا یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در دسپلینز در شهر ایلونوی می باشد که بر کل زنجیره یه تأمین محصولات حلال نظارت دارد. بر اساس گزارش 2022 مسلمانان ایلینوی 94 درصد از مسلمانان این منطقه های حلال را رعایت می‌کنند و ایلینوی دارای بیشترین سر بیشترین سرانه جمعیت مسلمانان در ایالات متحده است. دانش آموزانی که در کالج ثبت نام کرده ان در مدرسه خود به غذای حلال دسترسی ندارند اما پیش بینی می شود با این وضعیت حجم تهیه محصولات حلال برای رفع نیازهای دانش آموزان و دانشجویان آمریکا روز به روز افزایش یابد